بالاخره بعد از 2 سال درای ورزشگاه به روی تماشاگرها باز شد و با ماسک اومدم ورزشگاه. تو بازی استقلال نیروی خدوم انتظامی از تماشاگرها درخواست کرد تا منظم وارد ورزشگاه بشن. تماشاگرای ایرانی هم که همیشه و همه جا نشون دادن در نظم و انضباط سرلوحه اروپاییان، منظم یکی یکی اومدن تو استادیوم. قاعدتا نباید اینجوری میشد، ولی خب تماشاگرها تو طول بازی با فاصله اجتماعی و دوتا درمیون کنار همدیگه نشستن تا این دانش مقابله با کرونا رو به اروپایی ها انتقال بدن. یک بار دیگه نگاه کنید این موج جمعیت استقلالیست که در ورزشگاه آزادی نشستن. البته ای بابا بازم که نشد، البته تقصیر اینا نیست که، تقصیر مسئولای سازمان لیگمونه که نتونستن 5000 نفر ناقابل مدیریت کنن. تونستید بلیت بگیرید یا نه؟ از کی اقدام کردید برای گرفتن بلیت؟ از 10:30 صبح. یه لینکو گذاشتم تو پیج کانون هواداری، اصلا لینک باز نشد. استقلالی باز خدا رو شکر تونستن رو سکوهای سرد ورزشگاه آزادی بشینن. تو بازی پرسپولیس و مسک اندازه 10000 نفر رو تپه ها نشسته بودن تا رکورد تراکتوری ها رو بشکونن. این تماشاگران میتونن با فاصله گذاری اجتماعی در ورزشگاه حضور پیدا کنن. ولی خب خوبی استادیوم رفتن تو دوران کرونا اینه که تماشاگرها کنار سیگار و چیپس و پفک و تخمه و مخلفات، این ماسکو هم کنارش با خودشون میبرن تا خیلی راحت دیگه بتونن شعارای توپ و تانک و فشفشه و سماور و اینا رو بدن. آقای فقانی هم که آشناس دیگه اسمش. بله بله. یاد چی میندازه شما رو؟ من یاد شیر سماور یاد. داور دقت کن منظورشون بود. بله. اتفاقا علیرضا فقانی یه چند روزی از استرالیا اومد ایران و اون لالوا بازی استقلال نساجی رو هم سود زد. ولی خب یه صحنه بحث برانگیز داشت که کام هوادارای استقلال رو تلخ کرد. البته بگم ها، بازیکن نساجی خودشو زد به اون راه و زیر بار نرفت. اعتقاد دارم این صحنه رو باید پنالتی میگرفت. کدوم صحنه؟ اون صحنه که حالا استقلالی خود من والا یادم نیست، حالا کارشناس اگه تو برنامه نشون بدن خودشون نظر بدن فکر کنم بهتر باشه. مجیدی هم که دومی مساوی پشت سر همشو آورده بود تو کنفرانس همه چی رو ریخت رو فقانی. امروز هم آقای فقانی یه ذره دقت میکرد و اون پنالتی میگرفت و تیم من پیروز میدان شد، شما دوباره این سوال رو نمیپرسیدین. فخر داوری ایران هم اومد تو تلویزیون و حرفای مجیدی رو انتقال داد به سیمکارت استرالیاش. امیدوارم که حداقل اطلاعات قوانین و بازیشون رو به روز بکنن و اینجوری فرار رو به جلو نباشه که بخوام فشار رو مثلا روی داور بذارم. من از این مسئله زیاد دیدم، عادت دارم و اصلا برام مهم نیست که ایشون چی گفتن یا چه فشاری میخواد روی ما بیاد. مجیدی و فقانی که دعواشون به دیروز و امروز بر نمیگرده و از زمانی که فرهاد بازی میکرد با هم دیگه کل داشتن. ولی جواد آقای خیابانی تو گزارش سر تا سر حماسیش یه جمله گفت و یه قانون دیگه به فوتبال اضافه کرد که همه رو پای گیرنده ها به فکر فرو برد. کمتر از 1 دقیقه به پایان بازی در 90 دقیقه فرصت. البته دیگه فوتبال 90 دقیقه نیست، این اول که 50 دقیقه شد. ببینیم یه دوبار چقدر میشه. آقا جواد خیابانی در ادامه مرزای تعویض رو هم یه قدم جابجا کرد تا نشون بده که تو سال جدید که تولدش هم همین چند روز پیش بود و ما هم بهش تبریک میگیم، قرار سورپرایزای جدید برامون رو کنه. به نظر میرسید که مسعود شجاعی به میدان بیاد، اما او غایبه و بازی نمیکنه چون محرومه. اگه جز ما اون 5000 نفری بودید که رفتن استادیوم، باید بگم خیلی بدشانسید، چون با جادوی کلام آقا جواد فرصت رفتن به گذشته و دهه 60 رو از دست دادی. چه کار میکنه حقیقی؟ منو یاد مهر 61 میندازه، به یاد ناصر حجازی. البته علیرضا حقیقی اگه استاد خیابانی رو یاد مرحوم حجازی میندازه، برای خود استقلالی‌ها یادآور اون تونل معروفه. مجیدی موقعیت استقلال تو بین
گل میکنه یا نه؟ گل میکنه. گل برای تیم استقلال توسط فرهاد مجیدی. گزارشگر فقط گزارشگر بازی پرسپولیس مس که گل مسی ها رو به کار تمرین شده شون گره زد. نه دوباره بگیم. گزارشگر فقط گزارشگر بازی پرسپولیس مس که گل کاشته مسی ها رو به کار تمرین شده گره زد. کعبی از راه دور یه گل قشنگ رو میزنه. عقیل کعبی و دروازه پرسپولیس تهران رو باز میکنه. روی یک حرکت تمرین شده از سوی بازیکن مثل رفسنجان. یحیی هم بعد از اینکه با یه پنالتی خیلی خوشگل از باخت فرار کرد، تو کنفرانس شروع کرد گیر دادن به سازمان لیگ. ما التماس کردیم که حداقل بازی رو یک روز جابجا کنن، به خاطر اینکه خب سه تا بازیکن تیم ملی داشتیم، بیشترین نفراتی که به تیم ملی بازیکن داده پرسپولیس بود. گل محمدی یه جوری صحبت میکرد که آدم رو یاد این استاد عزیزمون مینداخت. اینو دو ساله دارم میگم، برید تو سخنرانی قبلیم ببینیم. من گفتم آقا بیا براتون پیش بینی میخوام براتون بکنم. در آخرم توجهتون رو به درگیری آل کثیر و آلی شاه جلب میکنم که میخواست توپ و ورداره پنالتی ترابی رو خودش بزنه. مرسی از اسپانسر برنامه فروشگاه پروفیت. علیرضا روش هستم. خدا نگهدار.